این دستگاه‌های انگشت‌نگاری وقتی نبودند، احزاب نگران تقلب بودند. حالا که هستند، باز هم نگرانند. جریان‌های عمده سیاسی افغانستان برای ثبت اثر انگشت رای دهندگان پافشاری داشتند و دولت دست رد به این خواسته نزد و هزاران دستگاه بایومتریک خرید. با ثبت اثر انگشت با این دستگاه‌ها کمیسیون انتخابات می‌تواند متوجه شود که یک نفر بیشتر از یک بار رأی داده. آنطور که کمیسیون انتخابات گفته، مرحله انتقال 22,000 دستگاه انگشت نگاری و 21,000 محل رأی‌دهی آغاز شده. 45 ثانیه حدوداً مدت زمان در بر میگیره تا این دستگاه ها بتونه دو اثر انگشت و همچنین بعضی اسناد دیگر عکس برداری کنه، اثر انگشت ها را ثبت کنه. در این حال بعضی از کارشناس های تکنولوژی سوالات عمده ای در رابطه با کارکرد این دستگاه ها دارن. همچنین از خواسته های اصلی احزابی بوده که این دستگاه های انگشت نگاری به صورت آنلاین کار کنه، اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگه تمام این دستگاه ها در سراسر افغانستان به صورت آفلاین کار خواهد کرد. در سیستم بایومتریک برامونیت ما چند معیار داریم. اول یک تیم مخصوصی ما اداره به سیستم بسازه که نداریم. دوم ای اپدیت و مینتیننس و بکاپ به توسط ما اداره گرفته میشه که بازم نداریم. سیوم برای معیارهایش پابلیک آی پی و پرایویت آی پی است. وقتی که یک سیستم آموزش یک خیلی مهم باشه، باید توسط پرایویت آی پی آی پی مشخص که در اداره کار میکنی در او آی پی باید اکسس شوه، ولی سیستم باز از توسط پابلیک آی پی میتونیم از هر کس از هر نقطه جهان اکسس کنه. بفرمایید. احزاب عمده سیاسی افغانستان هم خواهان این هستند که علاوه بر ثبت اثر دو انگشت، از زنان رای دهنده عکس هم گرفته شود تا به گفته آنها از تقلب احتمالی جلوگیری شود، موضوعی که کمیسیون آن را به علت برخی حساسیت‌های اجتماعی اختیاری قرار داده. علاوه بر این نگرانی‌های دیگری هم دارند. نگران دستگاه تکنیکی هم هستیم برای که بتوانند اینا چارچ لازمه داشته باشند، برای که هنگ نکنه دستگاه، برای که خاموش نشه دستگاه، اینا هستیم. اما کمیسیون به ما گفتن که دستگاه های ریزرف در نزدیکترین محلات دارن و میرسونن اگر مشکل تکنیکی برای خود دستگاه پیش بیاد. برای سافت ویر دستگاه هم نگران هستیم. سافت ویر دستگاه باید اجازه نده که یک زمینه برای تقلب از یک سوراخی که وجود داره فراهم شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که استفاده از این دستگاه ها با وجود اینکه تجربه تازه‌ای است، بر روند شفافیت و جلوگیری از تقلب خیلی مؤثر است. اما با این هم احتمال دارد که در برخی مناطق مشکلاتی ایجاد شود. خب علی تکنیک است، آشنایی مردم با او کم است. ما نگران ازی هستیم که شاید در استفادهش، شاید در اول سالیا در قریجات دوردست با اصفه که ترنینگ هم میتیم، ترنینگ تخصیصی هم ای همکارای ما خواهد آموختن، ولی با اصفه هم نگران هستیم که استفاده شاید در بعضی مناطق با مشکل روبرو شاییم. بخشی از نگرانی احزاب درباره احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی 28 میزان مهر از تقلب نسبتاً گسترده در انتخابات دوره‌های قبلی نشأت گرفته. به ویژه اینکه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری قبلی به یک بحران سیاسی تبدیل شد که از دل آن دولت وحدت ملی بیرون آمد. علی حسینی، بی بی سی، کابل.